بنگلا که قرنها مرکز تجاری مهمی در آنگولا بوده، حالا به یمن خط آهن به قطب تجاری تازه‌ای بدل شده است. این خط آهن بندر لوبیتو را به نقاط معدنخیز آفریقای مرکزی می‌رساند. این فرودگاه جدید هم هست و در این برنامه تجارت در آنگولا نگاهی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه احیا شده داریم. فرودگاه بین المللی کاتومبلا نماد اصلی تحول این منطقه است. این فرودگاه که سالانه بیش از 2 میلیون مسافر دارد، مجتمعی فوق مدرن است که کاربری حمل و نقل بار را نیز دارد. شیوه های ترابری ما در اینجا متنوع است. یعنی علاوه بر راه آهن، خدمات بندری و خدمات فرودگاهی نیز داریم. به این ترتیب هم در حمل و نقل درون مرزی و هم در ترابری برون مرزی کشور مشارکت داریم. اما کشاورزی یکی از صنایع کلیدی این منطقه است. مانوئل مونتیرو مزرعه‌داری است که سلطان موز لقب گرفته. پدر مانوئل کارش را با یک تراکتور ساده شروع کرد و او حالا مزرعه‌ای 100 هکتاری دارد که شامل زمین، احشام و البته نخلستان موزهای ارگانیک می شود. محصول موز در مرحله چیدن و بسته‌بندی است. بنگولا منطقه‌ای است که در زمینه تولید موز آینده روشنی دارد و ما فعلا در حال آماده سازی خودمان برای ورود به بازارهای بین المللی هستیم. مانوئل اکنون در حال توسعه صنعت کشاورزی نیز هست. این انبار عظیم صدها تن بذر و کود و مواد اولیه کشاورزی را به خارج صادر می کند. سرمایه گذاری در اینجا از این نظر به صرفه است که فضای کسب و کار بسیار خوب است. اینجا فرودگاه، راه آهن و بندر را یک جا داریم. اینجا فضای تجاری پایداری ایجاد کرده، بنابراین حالا زمان مناسبی برای سرمایه گذاری است. مونتگیرو معتقد است فرصت‌های تجاری اینجا واقعی و بالقوه هستند. در بنگولا 3 بخش تجاری کلیدی داریم، یعنی شیلات، کشاورزی و همچنین بخش بسیار بزرگ گردشگری. منطقه بنگولا با سواحل ماسه‌ای طولانی، امکان ماهیگیری تفریحی، بارها و رستوران‌های ساحلی و معماری مدرن در کنار بناهای نو استعماری به جرأت امکان گردشگری بالایی دارد. خیابان‌های نخل‌کاری شده اینجا شبیه کالیفرنیای جنوبی است. اینجا شهر آکاچای خون رنگ نام گرفته. استادیوم ملی اومباکا هم برای جام بازی‌های آفریقایی سال 2010 اینجا ساخته شده است. در صنعت شیلات هم سرمایه‌گذاری بین‌المللی چشمگیری صورت گرفته. بیمار و پسران یک شرکت ماهیگیری محلی است که به شکل خانوادگی اداره می‌شود. محصول اصلی آن ماهی‌های ساردین و خالدار است. ما در حال حاضر 8 کشتی با ظرفیت 60 تن داریم. همچنین انبارهای ما ظرفیت ذخیره 2000 تن ماهی تازه و 400 تن ماهی یخ‌زده را دارد. کارکنان شرکت تماما خصوصی ما هم 600 نفر هستند. چرا باید در صنعت شیلات آنگولا سرمایه گذاری کرد؟ قبل از هر چیز به این دلیل که کشور ما نیاز به سرمایه گذاری عظیم‌تری دارد. آنگولا برای اشتغال زایی و توسعه اقتصادی باید در این زمینه سرمایه خارجی جذب کند. این بود این برنامه تجارت در آنگولا. از سوی تیم یورونیوز به شما میگویم اوبریگادو و تا برنامه بعد.